اصلا بریم سراغ مجید. آره مجید که بیار بالا. آقا مجید آقا سوژه هم داشت، میخواستیم صحبت کنیم. دوستان فقط اگه چیزی گفتی من یادم رفت احتمالا رد شده دوباره بپرسیم. مخلص آقا مجید تکرم. آقا مجید آقا چه خوشحال شدم از یه قضیه. حالا اینو بدی من هم تولدم امروزه. اصلا گفت بابک یه تعجب که اگه واقعا امروزه مال بابک هم جالب میشه دیگه. مثل آذر هندی ستیاره. تولدت مبارک. آقا انشالله تولدت. من بیشتر اینو گفتم که یعنی با بابک جالب شد. ببخشی قاسم بگو. امروزم تولد 180 سالگیتون انشالله با هم بگیریم همینجا. جنمونو دستکاری کنم. بابک یه روز بود داری. بابک یه روز بود. آره بابک یه روز بود. دیگه پس حالا نزدیک. آره اینم نشونه است. اینم نشونه است باید ایمان بیارن. خیلی خوشحالیم که اومدیم. آرمین جون یه چند تا مسئله رو الان رو کردیم که در مورد کریپتوکورنسی ها صحبت کردی که من همیشه گفتم یه دفعه در مورد همین مسئله اینترنت و اینا من اصلا 100% قرن آینده داستان اینه. یعنی اصلا پول به اینجاها کشیده میشه، این پول معمولی و اینا. مثلا کشورهایی مثل اینجا غرب اینا شما پول الان میبینی تو دست مردم اصلا پول نیستش، همش با کارت شما یه چیزی میزنی. بعد الان هم دیگه موبایل ها همه از اونجا میدی از اینجا میگیری اصلا یه چیزی. دقیقا همین اومده الان تو کریپتوکورنسی ها، یعنی یه چیز اینترنتی و خود مردم تصمیم گرفتن روش ارزش گذاری کنن. حالا اینجوری شد، یعنی از 10 سنت 2009 تو حساب کن دیگه به کجا کشیده الان. میشه پس آدم بس اعتبارش دیگه همین. ما بیت کوین هم به خاطر این اینجوری میره بالا میاد پایین به خاطر اینکه تعدادش محدوده. مثلا اتریوم یا چیزی نه نمیشه. البته ما باید تذکر بدیم، البته ما یه تذکر باید اینجا بدیم که ما هیچ کدوممون اینجا متخصص نیستیم و ما هیچ پیشنهاد سرمایه گذاری اینجا به هیچ کسی نمی کنیم. اگه پیشبینی هم می کنیم هیچ کدوم از این پیشبینی ها هیچ قطعیتی نداره. لطفاً اگه می خواهیم سرمایه گذاری بکنیم توی هر چیزی رو حرف ما حساب نکنین، تحقیق خودتون رو بکنین. کاملا ریسکیه و مسئولیت اگه شما کسی ضرری کرد مسئولیتش رو رو دوش ما نذارید. خودتون باید مسئولیت خودش رو خودتون بپذارید. من اینو تذکر قبل اگه میخوام درباره این صحبت بکنیم یه تذکری هم باید بدم. نه من همین گفتم که منم موافقم با تو. اره. که نسل اون نسبت به چیزی که ما میخونیم اونا متوجه میشن که حالا ما دیگه اکسپرت این داستان نیستیم، خیلی هم همچین وارد آنچنانی نیستیم، ولی این چیزایی که میخونیم و میبینیم و داریم میریم جلو تحلیل های مختلف و اینا میبینیم که دنیا اینجوریه دیگه. من یه بارم گفتم دهه 80 تا الان بابا عددی نیست. تو 40 سال ببین نمیخواد زیاد بریم عقب. من میگم تو این 40 سال شما ببینین از کجا ما به کجا کشیدیم. بعد شما حساب کن مثلا 40 سال آینده ما این همه تکنولوژی، این همه وسیله پیشرفت، اینو که 1000 سال پیش نداشته. میگم 200000 سال طول کشید تا ما به قرن 17 مثلا، حالا بگیم 17 مثلا روشنگری و عرفا و بالاخره اومدن تو 19 انقلاب صنعتی شد. خب خیلی کمک کرد. اومدیم کجا؟ ولی دیگه قرن 2021 یعنی 20 و این 21 که دیگه داستانیه بابا. اصلا اوه خیلی سریع میریم جلو. نگاه کن دیگه، مگه ایلان ماسک نمیخواد الان نفر 250000 دلار میگیره ببرتت فضا بیار. همون پولو انوشه انصاری چند سال پیش بود؟ 15-20 سال پیش بود. چند سال پیش بود؟ انوشه انصاری 2 میلیون 20 میلیون دلار داد رفت فضا. البته اون رفت توی اون مثلا پایگاه فضایی. چیزی که بیشتر از همه چی باید منتظرش باشیم به نظر من اینه، همین حالا من گفتم غیر متمرکز شدن قدرته. خب یعنی این کریپتوکارنسی ها با اون حالا بعضی میگه شما میگین پول رو کارت و دیجیتالی و اینا، فقط دیجیتالی نیست، بالاخره پولای دولتی هم الان دیجیتالی شدن همشون. خب این فقط دیجیتالی شدنش نیست، اینکه دسته یه حکومت مرکزی نباشه خیلی فرق
یعنی این انقلابی که شده این که از دست حکومت ها داره میاد بیرون. بانک ها تو قرب حکومت ها رو واقعا بالا پایین میکنه، یعنی دولت ها رو میتونن بچرخونه. چرا؟ به نظر من که خیلی سرمایه داری بله همه چی رو همیشه تاثیر داره، ولی اینجا سیاسفید نیست که همه چی رو دست اونا باشه. یعنی نه ولی ببین الان توی وضعیت الان شما نظری هم که میدی ببین چقدر تحت تاثیر میتونن قرار بده از هر طریق. بابا من حرف یه چیزی رو با یکی میزنم، با برادرم میگم مثلا من کفش پوتین نمیدونم اینو میخوام اونو میخوام، یکی باشه سوئدی باشه، تبلیغاتش 10 دقیقه بعد تو موبایل منه. باور میکنی؟ تو حرف زدن میگیرن اینو به تبلیغ میتپونم. ببخشید شما خودتون قبول کردید این تاثیر. خب میدونم میگم میان برای تاثیرگذاری، بنابراین حالا شما میخوای رأی بدی. ببین من این نظریه رو خیلی قبول دارم، مال من نیست، ولی وقتی شنیدم خیلی حال کردم. میگه اصلا دموکراسی الان مثل اصلا شوخیه، واقعا داریم به شوخی ده دیگه یواش یواش. چون نه. یه زمانی یه زمانی خوش بده آخه بذار من تمام کنم بعد شما ببین. یه زمانی اینجا سوسیال دموکرات ها سوئد همیشه برنده، اکثرا برنده، 90% سوسیال دموکراسی بود تا اوایل دهه 90، یعنی بهترین سوسیال دموکراسی اینا دهه 70 بوده و 80. حالا دیگه وسطاش یواش یواش شروع شد به حساب فروختن شرکت های دولتی، خصوصی سازی، اصلا عوض شد. حالا چی میشه؟ نکته راستی ها با دست چپی ها فرقشون شده 2%، 5%، 49، 51، 53، 47. به خاطر اینکه نظراتشون رو میان نسبت به خواسته های مردم عوض میکنن، یعنی دنبال روی کار خودشون نیستن. اون چیزی که بهش اعتقاد دارن که این شده سوسیال دموکرات، اون شده مدرات، این دوتا الان خیلی نزدیک شده نظراتشون تو جامعه، یعنی هر دو میان تقریبا این همیشه دموکراسی همیشه اینجوری بوده، مردم رو نظر هم دیگه داشتن تاثیر میذاشته، این چیز جدیدی نیست. خب آره، چیزی که آره، جدید بذار بگم اگه پارتی بیاد نظرش رو عوض کنه اونجا مسئله است. مجی جان این مسئله ها همیشه بوده، رأی همیشه مسئله داشته، مردم میتونستن رو هم تاثیر روی عقیده هم دیگه تاثیر بذارن، تبلیغ بکنن، پروپاگاندا داشته باشن، این چیز جدیدی نیست. دموکراسی که ما الان داریم، ما الان 10,000 سال دموکراسی به این شکل نداشتیم، الان حدود 100 سال 200 ساله که برای اولین بار انتخاب افتاده دست آدم‌ها و نتیجهش هم بسیار مثبت بوده. آیا مشکلاتی وجود داره؟ بله مشکلاتی وجود داره، ولی خیلی پیش نسبت به این اصلا کاملا چیز جدیدی هست و پیشرفتی که ما کردیم توی 200 سال گذشته که قدرت رو داده دست مردم، از حکومت رو کم شده، اصلا شدت انقدر به سرعت این اتفاق افتاده و من نمیدونم، ما نباید اینو دست کم بگیریم. ما میتونیم هنوز اعتراض بکنیم، ولی اینجوری نیست که چیزا داره بدتر میشه. همه چیز کاملا بهتر شده، هر 100 سالی از 100 سال گذشتهش به شدت بهتر شده. قدرت بانک ها رو اگه داریم میگیم، قدرت بانک ها نسبت قدرت شاهان گذشته اصلا به شدت کمتره. بله بانک ها قدرت دارن، بله سوشال میدیا قدرت داره، ولی الان نسبت به گذشته قدرت مردم نسبت به قدرت حاکمانشون بسیار بیشتره، نسبت به کل تاریخ به شدت بیشتره، به شدت بیشتره، اصلا غیر قابل مقایسه است انقدر. ولی خب ما این پیش نمیگم شکایت نکنیم، ما این پیشرفت رو باید ادامه بدیم. هنوز به نظر من حکومت ها قدرت زیادی دارن، بانک ها، سوشال کمپانی های بسیار بزرگی مثل گوگل و فیسبوک و اینا قدرت بسیار زیادی دارن که ما میخوایم تمرکز قدرت پهن‌تر بشه، نمیخوایم متمرکز بشه به یه جا، میخوایم مردم بیشتر قدرت داشته باشه. خب ولی ما اگه داریم میخوایم پیشرفت بکنیم، نباید بگیم چیزا داره بدتر میشه، چون شرط پیشرفت اینه که ببینیم چجوری تا حالا انقدر پیشرفت کردیم که این کارا رو ادامه بدیم. نمیتونیم منکر این بشیم که همه چی بهتر شده، واقعا همه چی بهتر شده. از همه معیارهای دموکراسی اگه بین نگاه بکنید، تحقیقاتی که داره نشون میده به طور میانگی تو ایران که نه، تو ایران که همیشه داره بدتر میشه، ولی تو طول دنیا معیار دموکراسی همه جا داره، نه همه جا، اکثر جاها داره بهتر میشه. خب ولی اینو باید ادامه بدیم. حالا یه چیزی هم که می‌خواستم بگم درباره کریپتوکارنسی، کریپتوکارنسی درباره پول، درباره دیسنترالایز کردن یا غیر متمرکز کردن قدرت پوله، ولی تکنولوژی که پشتشه از این خیلی بزرگتره.
تکنولوژی که پشتش هست اسمش از بلاکچینه و بلاکچین تکنولوژی بلاکچین فقط پول رو غیر متمرکز نمیکنه. تکنولوژی بلاکچین کانتنت هم و صحبت و صدا و نظریه و اینا رو هم غیر مرکزی میکنه. کل اطلاعات رو غیر مرکزی. یعنی شما این ویدیویی رو که من الان اینجا میذاریم روی یوتیوب، صاحبش کیه؟ صاحبش من نیستم، صاحبش یوتیوبه. اگه این ویدیو رو بذارم رو فیسبوک، صاحب اون من ویدیو رو درست کردم ولی صاحب اون ویدیو فیسبوکه. اگه رو توییتر بذارم، صاحب اون ویدیو توییتره. این بلاکچین تکنولوژی آینده رو به ما میده که من میتونم توی صدامو بذارم، ویدیومو بذارم توی پلتفرم‌های مختلف و با اینکه تو پلتفرم‌های مختلف ویدیو من گذاشته میشه، صاحب ویدیو منم و هیچ کسی هم هیچ پلتفرمی هم نمیتونه این ویدیو رو برداره. یعنی ما داریم به همچین جایی میرسیم. این باعث میشه واقعا این دموکراسی رو هم از همین این قدرت خفه کردن صدای مردم رو هم از حکومت ها گرفتیم با این انقلاب های اصل روشنگری و پیشرفت. این حرکت بعدی اینه که قدرت خفه کردن صدامون رو از یک کمپانیایی مثل شرکت های مثل گوگل و فیسبوک و توییتر بگیریم. این حرکت بعدیه و خیلی به نظر میرسه که با این تکنولوژی جدیدی که اومده داریم به این طرف حرکت میکنیم و این واقعا باعث پیشرفت. یعنی من خیلی دلم میخواد که ببینم، زنده باشم که اینو ببینم. خیلی عالی میشه. بگو. آره آرمین جان، من که با این مخالفتی ندارم. من میگم بیام ضعفایی که چون به قول تو یه چیز جدیدیه دیگه. بابا مگه یعنی یه نسلم الان شروع نشده که کامل با این شروع کردن تا به اینجا رسیدن؟ یعنی خیلی نزدیکه. منظور من اینه چون جوونه یک سری سوء استفاده هایی داره ازش میشه، یک سری اطلاعاتی رو دارن به خورد مردم. ما میگیم بالاخره سوراخ هایی که داره پیدا میشه رو از الان اگه همه بگن، من بگم، تو بگی، بپیچه که آقا اینجوری تاثیر گذاره، تو چشم هم تو حرف میزنیم تبلیغاتش میاد، اینو میکنیم اینجوریه. خیلی علاوه این که اطلاعات رو زود میگیری و خوبه و نمیدونم بهت موقعیت های متفاوتی میده. البته من نمیم، من از این شکایت ندارم. البته از این شکایت ندارم مجید جان. من دوست دارم تبلیغی که دارم میگیرم ربط داشته باشه به چیزی که من دوست دارم. یعنی من ولی دوست دارم این داوطلبی باشه. یعنی من دوست دارم که مثلا اگه یک پلتفرمی، البته خب داوطلبی هست، کسی چک نمیکنه. یعنی ما الان داریم گیر میدیم به فیسبوک و یوتیوب و توییتر و اینا که چرا مثلا داریم اطلاعات منو جمع آوری میکنین. همه کسایی که اینو شکایت میکنن وقتی که فیسبوک و اکانتشون رو باز کردن، تمام اون نوشته ها گفته که ما میتونیم اطلاعات رو جمع بکنیم یا نه. همه گفتن آره، بعد گفتن آره میتونی جمع بکنی. بعد الان جمع میکنم، میگه اعتراض، چرا داری اطلاعات منو جمع میکنی؟ بابا خودت اجازه دادی، خودت قانونی بهشون اجازه دادی. آخه چه اجازه؟ ببین اینجاشو نه دیگه، ببین حالا اینجاشو ببین چه اجازه ای. اوایل هی اینا میومدن روی اونجا، حوصله نداشتی میخواستی مثلا ویدیوها رو ببینی، اون میومد همه اکثرا میزدن اوکی آقا ما میخوایم اینا رو تبلیغ واسط بفرستیم، بزن اوکی، همه اوکی. بعدم فهمیدم بابا اونا رو باید میخوندی، یک سری داری بهشون اجازه های میدی به ناخواسته، حوصله نداشتی بری بخونی. مثل چیزایی چیه؟ باور کن خیلی ها اینجوری اوکی زدن و رفتن و این اجازه رو دادن که شما بله یه قرارداد نخوندین، گفتین اجازه دادین، بعد الان شما اکثرا اینجوری بوده دیگه، الان گیر کردن، حالا میگن ما اجازه گرفتیم، اینا میگن بابا بی خود اجازه گرفتیم. یه همچی چیزی بلند بالا اگه ایشکی نخونده تا الان خلاصه دیگه یه چیزای اینجوری هست. حالا کسی دیگه رو میخوای بیا بالا؟ من حرف دارم بزنم. باش همینجا باش، قهوه بخوریم یه ذره نفس بگیریم.